ادوار تاریخ بشر پر از خشونت و جبر است. کشورهای استعمارگر از جمله ژاپن در طول دوران استعمار خود بر کشورهای دیگر از ظلم و خشونت فراوانی پر گرفته است. تاریخ آنها را فراموش نخواهد کرد. در این ویدیو در مورد اینکه ژاپن چگونه بر کره مسلط شد میپردازم و از شما دعوت میکنم که این ویدیو رو با لایک و اظهار نظر مورد توجه قرار دهید. در جریان بازی های المپیک زمستانی 2018 پس از اینکه یک مفسر اظهار داشت تبدیل شدن کره به یک نیروگاه جهانی یکی از نمونه های فرهنگی، تکنولوژی و اقتصادی ژاپن است. مردم خشمگین کره جنوبی خواستار عذرخواهی از NBC یا شرکت ملی صدا و سیما شدند. برای بسیاری از مردم کره جنوبی اظهارات و تحلیل جاشو کوپر رامو زخم‌های قدیمی را دوباره گشوده است. زخم‌هایی که نسل گذشته در جریان اشغال توسط ژاپن به یاد دارند. تومار عذرخواهی که توسط ده‌ها هزار نفر از کره جنوبی امضا شده است را بخوانید. هر فرد منطقه‌ای که با تاریخ امپریالیسم ژاپن و جنایاتی که این امپریالیسم قبل و در طول جنگ جهانی دوم مرتکب شده بود آشنا باشد، چنین اظهارات را عمیقاً آزاردهنده و ظالمانه خواهند یافت. در سال 1910 کره پس از سالها جنگ اعراب و دسیسه های سیاسی به امپراتوری ژاپن ضمیمه شد. این کشور تا سال 1945 بخشی از ژاپن در نظر گرفته می شد. امپراتوری ژاپن به منظور ایجاد کنترل بر تحت الحمایه جدید خود جنگ همه جانبه را علیه فرهنگ کره براه انداخت. مدارس و دانشگاه ها صحبت به زبان کره‌ای را ممنوع کردند و بر کار و وفاداری به امپراتور تأکید داشتند. اماکن عمومی نیز ژاپنی را پذیرفتند و به زودی دستور ساخت فیلم به زبان ژاپنی صادر شد. همچنین آموزش تاریخ از روی متون غیر مجاز جرم شد و مقامات بیش از 200 هزار سند تاریخی کره را سوزاندند و اساساً حافظه تاریخی کره را از بین بردند. ژاپن در طول اشغال خود نیروی کار و زمین کره را در اختیار گرفت. نزدیک به 100 هزار خانواده ژاپنی را با زمینی که به آنها داده شده بود در کره ساکن شدند. آنها میلیون ها درخت را قطع کردند و گونه های غیر بومی را کاشتن و یک منظره آشنا را به چیزی تبدیل کردن که بسیاری از کره‌ای ها نمی شناختند. نزدیک به 725 هزار کارگر کره‌ای برای کار در ژاپن و مستعمرات دیگر آن وادار شدند. با نزدیک شدن به جنگ جهانی دوم، ژاپنی ها صدها هزار زن کره‌ای را مجبور به زندگی به عنوان زنان آسایش یا برده های جنسی در فاحشه‌خانه های نظامی به خدمت مجبور کردند. مردم کره تنها چیزی نبودند که در طول استعمار ژاپن غارت شد، بلکه نمادهای فرهنگی آن کشور نیز به بازی گرفته می شد. یکی از قدرتمندترین نمادهای حاکمیت و استقلال کره کاخ سلطنتی آن گیونگبوگونگ بود. در سال 1395 توسط سلسله قدرتمند چوسون در سئول ساخته شد. اندکی پس از به قدرت رسیدن دولت استعماری ژاپن، بیش از یک سوم ساختمان های تاریخی را تخریب کرد و سازه های باقی مانده به جاذبه های گردشگری برای بازدید کنندگان ژاپنی تبدیل شد. همان طور که مورخ هیجونگ گانگ اشاره می کند، حکومت امپراتوری همچنین تلاش کرد تا
گنجینه های تاریخی، هنر و فرهنگ کوگا را حفظ میکرد، اما سپس از آنها برای حفظ تصویر امپراتوری ژاپن از خود به عنوان یک نیروی متمدن و مدرن استفاده کرد. این دیدگاه که کوریا در مقایسه با ژاپن عقب مانده و بدوی است، آن را تبدیل به کتاب های درسی، موزیم ها و حتی تصورات کوریایی ها را از خود کرد. این زیارتگاه های هزار پله، معبد شینتو در سال 1925 با کمک های اجباری کوریایی ساخته شد، اما فعلا به عنوان یک پارک شهری استفاده می شود. دولت اشغالگر همچنین برای جذب کوریایی ها با کمک زبان، مذهب و آموزش تلاش کرد زیارتگاه های شینتو که در اصل برای خانواده های ژاپنی در نظر گرفته شده بودند و مکان های برای عبادت اجباری تبدیل شدند. دونالد ان کلارک تاریخ نویس توضیح می دهد که دولت استعماری ژاپن کوریایی ها را مجبور می کرد خدایان امپراتوری ژاپن از جمله امپراتوری های مرده و ارواح قهرمانان جنگ را که به آنها در فتح کوریا در اوایل قرن کمک کرده بودند بپرستند. این عبادت اجباری توسط بسیاری از کوریایی ها به عنوان یک نسل کشی فرهنگی تلقی می شد، اما برای استعمارگران به عنوان مدرکی تلقی می شد که کوریایی ها و ژاپنی ها مردم واحد و متحد بودند. اگرچه برخی از خانواده ها با مراجعه به زیارتگاه ها و نیایش نکردن در آنجا فرمان شینتو را دور زدند، برخی دیگر از ترس آداب دینی جدید را با اکراه پذیرفتند. تا پایان اشغال کوریا، ژاپن حتی با نام خانوادگی مردم جنگ کرده بود. در ابتدا دولت استعماری برای جلوگیری از سردرگمی در ثبت نام خانواده ظاهراً نامهای ژاپنی را برای مردم غیر قانونی اعلام کرد، اما در سال 1939 دولت تغییر نام را به یک سیاست رسمی تبدیل کرد. طبق آن قانون خانواده های کوریایی اجازه داشتند نام خانوادگی ژاپنی را انتخاب کنند. حداقل 80% کوریایی ها این نام ها را به خود اختصاص دادند، زیرا افرادی که فاقد نام ژاپنی بودند توسط بوروکراسی استعماری به رسمیت شناخته نمی شدند، از تحویل پست گرفته تا کارت‌های جیره‌بندی محروم بودند. مورخ هلدی کانگ می نویسد تمام هدف این بود که دولت بتواند بگوید مردم نام خود را داوطلبانه تغییر دادند. اگرچه ژاپن برای یک نسل کامل کوریا را اشغال کرد، اما مردم کوریا منفعلانه تسلیم حکومت ژاپن نشدند. در تمام دوران اشغال جنبش های اعتراضی برای استقلال کوریا فشار آوردند. در سال 1919 جنبش اول مارس استقلال کوریا را اعلام کرد و بیش از 1500 تظاهرات آغاز شد. تظاهرات به طرز وحشیانه توسط ژاپنی ها سرکوب شد، اما قبل از آن میل به استقلال سراسر کوریا را فرا گرفته بود. 1 مارس 1948 و تعداد 80,000 کوریایی در سال 1948 برای بزرگداشت اعلامیه استقلال کوریا از ژاپن در 1 مارس 1919 گرد هم آمدند. بعدها گروه های زیرزمینی مانند حزب 3000، گروهی از دانشجویان که پس از اعزام به خدمت در جنگ جهانی دوم سعی در تضعیف ارتش ژاپن داشتند تشکیل شدند. جنگ جهانی دوم نه تنها ژاپن بلکه شبه جزیره کوریا را ویران کرد و در سال 1945 ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی این شبه جزیره را تصرف کردند و به حکومت ژاپن در آنجا پایان دادند. کوریا به دو منطقه اشغالی تقسیم شد که قرار بود تقسیم آنها موقت باشند، اما هرگز یک کشور متحد و مردم تازه استقلال یافته کوریا پس دادن نشد. در عوض جنگ کوریا بین نیمه شمالی کوریا تحت حمایت شوروی و چین و در جنوب مورد حمایت ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل آغاز شد. پس از جنگ کوریای جنوبی به یک لیبرال دموکراسی تبدیل شد و سعی کرد خود را از بقایای حکومت ژاپن پاک کند. این کشور بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم تعدادی از همدستان استعمار را تحت تعقیب قرار داد
و برخی از زمین های آنها مصادره شد. امروز اختلافات در مورد چگونگی کار و تعقیب کسانی که در دوران اشغال با دولت ژاپن همکاری میکردند ادامه دارد. در حالی که کره جنوبی هنوز با پیامدهای اشغال وحشیانه ژاپن دست و پنجه نرم میکند، مقاومت خود را فراموش نکرده است. همه ساله 1 مارس روز تظاهرات استقلال در سال 1919 تعطیلات ملی در کره جنوبی است. این نه تنها یادآور مقاومت مردم کره است، بلکه یادآور سالهای استادگی آنها در برابر اشغال می باشد.